تعدادی از چهره‌های در یکی دو ماه گذشته آمدن و ویدیوهایی را از خودشون منتشر کردن. اینها چقدر به نظر شما گسترده بود و سرنوشت این افراد چه شد؟ روحیه خیلی خوبی به ملت داد و میشه گفت حرف بدنه ارتش رو به عنوان نماینده زدن و درگیر مسائل قضایی شدن و الان دو تاشون رو بنده اطلاع دارم که با وثیقه، با قید وثیقه بیرون هستن تا به اتهاماتشون رسیدگی بشه. آقای کوشکی نژاد که از اونها کار نیستن. بله آقای کوشکی نژاد یکی از. چرا به نظر شما ارتش رو کف خیابون نمیارن برای سرکوب؟ تو اون گزارش بولتن فارس هم دیدیم که اشاره شده که به طور نامحسوس دارن ارتش کمک میکنه به سرکوب. خب من خدمت شما عرض کنم راجع به اون بولتن، شما فرمودید که حفاظت اماکن، شما مثلا یه تیپ 65 رو چارت سازمانیشو بخونید یا شهر وظایفشو بخونید، تیپ 65 اصلا در دستور انجام وظایفش حفاظت از اماکن حساس هست، یعنی دیده شده. ولی این که بیاد کف خیابون بخواد مردم رو سرکوب کنه، نه، در شهر وظایف تیپ 65 دیده نشده که بیاد کف خیابون مردم رو سرکوب کنه. یک. دو، من یه مثال ساده میزنم برای شما. اگه خاطرتون باشه در زلزله منطقه، همین منطقه کردستانی که امروز سپاهی‌ها جرأت نمی‌کنن در اون حضور داشته باشن، زلزله اومد و ارتشی‌ها یه چیز حدود 30 روز اونجا موندن، حتی بیشتر از 30 روز اونجا موندن و 3 تا کشته دادن، یعنی از ناراحتی مردم دیغ کردن، سکته کردن و کشته شدن. ببینید، خب همون موقعی که ارتش داشت از کردستان خدافظی میکرد و مردم گریه میکردن، بدرقه میکردن ارتشی‌ها رو، دقیقاً در عصر همون روز مستندی رو صدا سیمای جمهوری اسلامی پخش میکرد به اسم کودتای نوژه. یعنی چی؟ یعنی این کدواژه، وقتی کدواژه اینو باز میکنیم، یعنی اینکه خود نظام از کودتا کردن ارتش، تازه نیرویی که رفته بود اونجا نیروی زمینی بود، فرماندهش کی بود؟ همین آقایی که امروز معترضین و مگس نامیده، از همون آقایی که دست به سینه‌شون هست و جلوشون تا کمر خم میشن میترسن برای کودتا کردن. برای همین ارتش رو جرأت ندارن بیارن تو خیابون. مطمئن باشید اگه روزی بشه ارتش بیاد کف خیابون، اولین سیلی که تو گوش بانوی ایرانی بخوره، ارتشی تفنگش رو سمت فرماندهش میگیره، نه سمت مردم.